با درود. در افسانه ها آمده که خداوند زمانی که انسان را آفرید، آدم جسمی بود بی جان و خداوند روح را آفرید که به جسم بی جان آدم زندگی بده. اما روح نازک نارنجی و حساس به بدن آدمی نرفت و از دیدن آدم وحشت کرد. آنگاه خداوند موسیقی را آفرید. نوای دلنشین موسیقی روح را به کالبد آدم انداخت و انسان آفریده شد. البته این افسانه است، اما نقش موسیقی در زندگی انسان‌ها نقش بسیار حساسی دارد. در طول تاریخ موسیقی در بسیاری از حوادث جهان اثرگذار بوده. در بسیاری از مراسم تاریخی، جنگ‌ها و انقلاب‌ها موسیقی نقش حساسی داشت. در آغاز حکومت اسلامی آخوندها به جنگ به موسیقی پرداختند. کلیدساز فقیری به حکم حاکم شهر به پای جوخه اعدام جان خود را باخت. سوال کردم و گفتند جرم او این بود که سنگ در ره احکام شهر می انداخت. در این زمانه که ممنوع گشت موسیقی، درون دکه نشسته کلید سل می ساخت. موسیقی قدغن بود، اما خود بزرگان دین در بالای منبر آواز سر دادند. در نوح خانی ها، تعزیه ها و مراسم مذهبی موسیقی حرف نخست رو می زد. اما موسیقی مردمی، موسیقی شادی آفرین، موسیقی که فریاد مردم بود، اجازه انتشار نداشت. اما جوانان ایرانی با سربلندی بسیار موسیقی رو به زیر زمین ها بردند و فریادشان به گوش جهان رسید. یاس، خواننده جوانی که در ترانش فریاد میکشه: میدونم که تو هم توی قلب تخته هایی داری، عقده هایی که اومدن از نقطه های تاریک. تو مثل من دلت سوخت از نقره های داغی که حک کرده اسم ما رو نخبه های یاری. الان 12 شبه از صبح پای کاری، بازم روبرو شدیم با سفره های خالی. این حرفا شدن فقط مشتی گفته های عادی، تو هم پری از این همه حفره های مادی. خیابونا پر از مشتی کاسب پست، پر از آدم های محتاج و کاسب دست، پر از آدم های خردمند و تحصیل کرده که زندگی انزوا رو بهش تحمیل کرده، پر از آدم های سخت کوش کارگر که کاغذ فردای روشن رو پاره کرد، پر از کسی که دنبال پول کلی گشت آخرم رسید به فروش کلیش، پر از اونا که سالها خوندن درسهای بدن ناامید گذشتن از مرزهای وطن، پر از بغضی که نترکید و عشق نشد، پر از استعدادهایی که کشف نشد، پر از اون کسایی که از خودی فریب خوردن بعد یه گوشه تک و تنها و غریب مردن، پر از من تو قصه‌های در بگو تو این دست از کی باید استفاده کرد. از فریاد همین که داد میزنم و میخونم و سکوتم رو دار میزنم و میمونم و سعودم رو جار میزنم و بال میزنم به اوج قصه‌ها میپرم. از این به بعد حرف دلم رو فریاد میزنم و میخونم و سکوتم رو دار میزنم و میمونم و سعودم رو جار میزنم و بال میزنم به اوج قصه‌ها میپرم. پای حرف من بشین بگم چه زجه ها کشیدن، نسل ما چه دیدن، قطر عشق ما چه کیدن، مردمان بیغم درد ما رو دیدن، بیرم در شدن بد به حال میهن. چه باید کرد؟ از کی شکایت کرد؟ از این سرنوشت بد که منو شکارم کرد؟ نه، تقصیر از منه که بهش اجازه دادم، فکر میکردم یکی میاد واسه نجات آدم. غافل از این که قلب ها پر از ترکشه که باعث اینه چشمای تو تر بشه. غافل از این که هر کسی گرفتار دردشه، امیدوارم هر کی گره داره حل بشه. وقتی میبینی قیمت ها با قدم های هجومی پیش میرن به سمت رقم های نجومی، تو مجبوری که به سقوط پا بدی چون که تو هنوزم اسیر حقوق ثابت. یعنی تنها چیزی که سمت تو سرازیر درده که تمام وجود تو رو سراسیمه کرده. به هم بگو تو این مسیر آیا چراغی میتونه که این راه رو روشن کنه؟ پس چراغی میمونه؟ فقط فریاد همین که داد میزنم، من میخونم و سکوتم رو دار میزنم، من میمونم و سعودم رو جار میزنم و بال میزنم به اوج قصه ها میپرم. I'm not afraid to die.
هر لحظه یه شروع تازه است، هر شروع یه تولد دوباره است. درود. رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با موسیقی و ترویج موسیقی این چنین میگوید: حالا همین اسلامی شدن دانشگاه ها که من ای کاش آقای دکتر معین میبود که من این حرف رو میخوام بزنم. در باب اسلامی شدن دانشگاه همچی که به من گزارش رسیده گفتم، به نظرم 72 تا جلسه تشکیل شد، اون شورای مربوط به اسلامی شدن دانشگاه. از آقای دکتر معین باید سوال کنیم که این مصوبات چند تاش و چگونه در دانشگاه اجرا شد. من به ایشون گفتم من اعتراض دارم، یه چیزایش عکس شده، یعنی الان در دانشگاه کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاریست برخلاف مذاق اسلام. درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست، اما ترویج موسیقی معناش این نیستش که یک موسیقی را که حرام نیست میگردن با دقت پیدا میکنن او رو تعلیم میدن و ترویج میکنن. این نیست، نه خیر، درست عکس اینه. در موارد بسیاری عکس اینه. مثلا این خب در دانشگاه ها این جهت نه اسلامی شده. بیش از 3 دهه است که جمهوری اسلامی در تلاش بوده که موسیقی رو از مردم بگیره، اما موسیقی و هنر همیشه مسیر خودش رو طی کرده. تای آهنگو گوش بده، کنار تو نرو، تا بگم به داستان هزار تومنو، هزاری که باید بابتش جون هدیه کنی، هزاری که نباشه باید خون گریه کنی. خون گریه کنی وقتی کرده خست زمونه، وقتی از خدا میخوای گرسنه بچت نمونه، وقتی زنت تو جوونی داره حسه یه پیر زن، وقتی که از بیپولی مثل یه بیوه زن، مثل بیوهی که نداشت خورس عذاب سرشو، واسه خریده اون خورس فروخ عذای تنشو. این جمله رو میگم و بکن کلیشو مرو، اون زن از سر بیچارگی کلیشو فرو. من دختر بیخونه ای که در بس پا میده، سر هزاری کسی با هر کس خوابیده، و خونواده ای که اونو از خست نادیده، گرفتنش و اونم خست از بس نادیده. اون دختر قربانی مردای کذایی شد، اون دختر بازیچه یه دستای کسایی شد، که وجود زن و بدید فحشا میبینن، همون نامردایی که تو این بحث جا میگیرن. روی هزاری سمتشون بیاد از دم بیهوشن، جلوی فقیر چهرشون رو از ام میبوشن. اینا بس کار نیک میشه پس و بندازن، ولی سر بدکاریاشون دست و دل بازن. داری منو میبینی که از زمونه بیزارم، با وجود خستگی و با زبونه بیحالم، قلم بر میدارم مینویسم شبونه بیدارم، و تا از خط خطی از درونه بیمارم. بهم تهمت میزنم میگن شرور دیوارم، میگن با این حرفام زیاد دوون نمیارم، ولی مهم نیست تو من جوون ایرانم، آره مهم اینه که من جوون ایرانم. درمونه که به سبک شعر میشه، اخته ای که در کنار تو درد دل میشه. منم نمیدونم زمونه چی سرم میاره، فقط میدونم یه قدم جلوترم دیواره، یه دیواری که برد منو تو بحران فطریم، و هزاری که غرق به خودکار مشکیم، همون هزاری که افتادیم حسابی به دامش. این پوله که کثیفه و این هزاری نمادش، چه کسا معتادن و توی کابوسشون گیره، خونه یه غریبه ها رو با ناموسشون میره، نشه که شدن خیره پای سریال میشینن و ارزش ناموس رو تو دود تریاک میبینن. اینا نصیحت نیست، توهین به پیرها نباشه، بدون برگ هزاری توی جیب ها نباشه. اون که طلبی داره طلبش هم رفت نمیشه، اون که بدهی داره جسدش هم دفت نمیشه. خدا خاک باطن تویی که بزرگتری، خدا آیا دیدی مردمی که بخور نمیری؟ میابردن یه نون حلال کمی به دست، افرادی که بودن تو فولاد قدیر یست، گوره ترکید و اومد مصاب رو سرشون، داشتن فریاد میزدن که زغال شد تنشون. بگو رسمش اینه بچه ها کز داده باشن، یه گوشه ای فکر پدر جز خاله باشن. بهم میگی حامد انقدر به خدا حرف نزن، بهت میگم که بدون به اون خدا بند قسم، که این راه یه روز حساب
سلام، ستار هستم. به عنوان یک هنرمندی که سالهاست در بزرگترین مملکت دموکراسی دنیا زندگی میکنم و میدونم که در مملکت ما همه چیز قدغنه، به شما عزیزانی که موزیکای زیرزمینی درست میکنی و فریاد شما رو به گوش مردم دنیا میرسونه تبریک میگم و تاییدتون میکنم با آرزوی اون که یک روزی این برنامه رو در مملکت خودمون و در راه آزادی داشته باشیم. با تشکر از شما عزیزانی که واقعا زحمت میکشین و با جونتون بازی میکنین. به عنوان یک هنرمند به همه شما تبریک میگم و موفقیت شما رو از خداوند میخوام. مرسی. از زمانهای پیش گربه های ایرانی در جهان شهرت بسیار داشتند. نقشه ایران نیز شبیه یک گربه است، اما کسی از گربه های ایران خبر دارد؟ گربه های زیبای امروز ایرانی جوانانی هستند که نگاه ها رو به طرف ایران برمیگردونند. بهمن قبادی، فیلمتاز به نام، در فیلمی به نام کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد فریاد گربه ها را به گوش جهانیان رساند. تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه، تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود. اینجا همه گرگه میخوا باشی مثل بره، بذار چشا گوشه تو من واکنم یه ذره. اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش، خبری از گل و بستنی چوبی نیستش. اینجا جنگل بخور تو خورده نشی، اینجا نصف اغده ای هن نصف عشی. اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه، روح مردم و زخمی و بیمار میکنه. کنار همه فقیره و مایه دار خفه توی تاکسی، همه میخوان کرایه ندن. حقیقا روشن، خودتو به اون را نزن، روشن ترش میکنن پس بمون جا نزن. خدا باشو من چند سالی با درد کنم، خدا باشو پاشو دینشو ناراحت از کارم. کجا هاشو دیدی تازه اول کارم، خدا باشو من یه آشغالم با درد کنم. نمکی با چرخش کناره یه بنزه، کل و چرخش با هم کرایه یه بنزه. من و تو اون بودیم از یه قطره، حالا ببین فاصله ما چقدره. دلیل چرخش زمین نیست جاذبه، پوله که زمینو میچرخونه جالبه. این روزا اول پوله بعد خدا، همه رکت تر با کت خدا. بچه میخوام با یتیمی بازی کنه، بابا نمیذاره، یتیم لباس کثیفه چون که فقط یکی داره. آگاهی از این بلایا، حتی فرشته هم نمیاد این برا، تا نشین فنا با همین بلایا. اما کمک نخواستی مش بریز کافی همین برا ما. آدم مریض حرفامو درک کرد، تموم نکردم حرف. خدا باشو چند سالی با درک کنم، خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم. کجا هاشو دیدی تازه اول کارم، خدا پاشو من یه آشغالم با درک کنم. تا حالا شده عاشق دختر بشی، میخوام حرف بزنم رکتر بشی. میشه خود میگی اینه عشق تاریخی، اما تافه با یه بچه مایه دار خواب دیدی. خیره یاده باشه خیره، خوده بزن قیده، هرچی یادم که کناره میبینی چون نیده. یکی هم سنه تو سوار ماشین، خدا به پوز خم میزنه، میکنی با کینه دعا که منم میخوام مایه دا بشم. مقدر رو کنم درکش، دعا نکن بی اثر نمیکنن درکش. میخوای بخوابی تو بیداری کابوس ببین، بیا با هم به این دنیا پوش ناموس بدی. باید کور باشی نبینی تو فخر و هر جا، کنار خیابون نبینی فقر و فحشا. خدا بیدار شو یه آشغال با طرف داره، نکنه تو هم به فکر اینی که چی صرف داره. خدا باشو من چند سالی با درد کنم، خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم. کجا هاشو دیدی تازه اول کارم، خدا پاشو من یه آشغالم با طرف داره. خدا پاشو من چند سالی با درد کنم، خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم. کجا هاشو دیدی تازه اول کارم، خدا پاشو من یه آشغالم با طرف. آمنه بهرامی در سال 83 مورد حمله اسید پاشی قرار گرفت که این مسئله منجر به نابینایی وی شد. و اما ماریا رشیدی چندین سال پیش در یکی از کشورهای اروپایی، سوئد، هنگامی که تصمیم گرفت از شوهرش جدا بشه، شوهرش برای انتقام گیری جلوی دخترشون بر روی صورت و گردن ماریا اسید پاشید. و اما مسئله ای که این روزا خیلی بهش پرداخته شده، در جریان اسید پاشی های زنجیره‌ای در اصفهان 15 نفر مورد حمله قرار گرفتن که البته این مسئله منجر به مرگ یکی از اونها شد.
هر سال حدود 150 زن قربانی اسید پاشی می‌شوند. آمنه بهرامی قربانی اسید پاشی کرد. زخم‌های بدن این زن تا ابد همراه اوست. اسمش شمع. می‌دونی من چه قدر بی‌وفا بودم؟ آخه نام از حبیبی انسانی لعنتی دنیا رو موانه میکنه حسابی بعد از این حالا چی شد پرونده اختصاصی بررسی تو منتظر حکم رساسی بعد از این رسی چه شاشو زوب کرد با کاسه سر رفت اکساشو دیدم سر اومد کاسه سبر اون مال تو خورده بودا که بد به تو کرد طلب داشت ازت پاشنه یه در به تو کرد جرمش چی بود این که بوده همسر مردی که با تو آشنا شده بود از سر تقدیر اون گزن داشت ولی با تو هم خوابه شد زمین ساز این جنایت و همکار جون نداشته ها تو سود با صد فراهم کرد تو بیرون کشیدت از دنیای سراسر در گلوی زن و بچش زد تو حلقه تو ریخ فکرشم نمی کرد به زندگیشم نکنی تو وقتی منو میبینی مثل یه سگ حالم وقتی هیچی نمیاره منو سر حالم وقتی گوش خارم تو صفه تر باره تو باز میگی داد نزنم و سر ماره این داستان دیگه منو مریض کرده یه حس میگه بگو اینو نریز در دل که مملکت داره به قهقرا میره با خشونتی که تا به اینت فراگیره نمیدونم چی نوشتن توی برگ احساریت ولی اسید پاشی یعنی مرگ انسانیت هرچقدرم به خودت بگی چه حماقتی کردم تو کاری که کردی بود از هر جنایتی بدتر تو نتیجش چی شد تو عمیق فکر کن که چند سال حبس داری دقیق یک عمر فرارم کنی تو از چنگ قانون عذاب وجدانه که دلت باز به جنگ با اون شاید هم آخرش تو دیه بدی از رو نری اما از کجا میشه واسه ششم و ابرو خرید با تو کل دیه رو هم بدی داستان اینه که اگه طرف بمیره باز باد گیره میبینم که دهن تو آسفالت میشه صدای التماست تو آسمان میره من اینا رو میگم و حس بدی دارم تویی که اینو میشنوی مثل من یا نه با تو هم تویی که آشنای حرفی نگو کجا رو میگیری با شعرهای منفی شعرهای من نیست داستان بی هدف واسه ایران میخونم داستان بی هدف بعدش گفتش که من از این خوشحالم که الان کور شده نمیبینه من اعدام میکنم میرم هر جای زندگی که شدی تو از کینه لبریز جلو آینه وایسا بگو این تصویر من نیست یه لحظه فکر کن که کینه کجا میرسونه منو تا مرز چنین جنایتی میکشونه نرو به راهی که میدونم به احتمال حتم به انتقام ختم میشه آخرش دستگیر به اتهام قتل یه اتفاق بعد تو ابتدای جوونی تو انتهای خط به خودت بیا یا ویزون از رو جرس حقیری مردمم نگات میکنن توی جمع صمیمی یه ماشن لاف بیکار که مست تو بی ارزن اونایی که حتی نگاشونو از تو میدسته اونایی که یه جورایی قصاص بسن به حس انتقام دارن جز این احساس اصلا نه تا مرگ جسم تو نبینن آروم نمیشن گرچه باورش سخته اینه قانون این شهر فریادها تنها در زیرزمین‌های داخل ایران نیست. در خارج از ایران هم جوانان با فریادهاشون نگاه‌ها رو به طرف ایران می‌کشانند. شاهین نجفی خواننده جوان به جرم خواندن ترانه‌ای که مطابق میل حکام ایران نبوده محکوم به اعدام شده. اما او در خارج از کشور فریادش رو به گوش جهانیان میرسونه. نگاه میکنیم و گوش میکنیم به ترانه از او. زن و مرد. آیا بین زن و مرد تفاوتی هست؟
از فوش راننده تاکسی به من، از مطلک جنسی من بزن، از بوغ ممتد و بی اختیار، از هرزگازه ی موتور سوار، از آب میوه و طعم اسید، احساس رخوت و دردی شدید، در مهرهای کج تو کمر، از این دم و باز دم بی سمر، احساس خوب کمی خودکشی، یه سیم آخر و آدم کشی، اعدام این زن زیر پتو، با طعم خوابیدن از رو برو، خط روی ماشین همسایه ها، تقریب روز و شب سایه ها، هر شب تجاوز به یک خاطر، از هم دریده شدن یک سر، این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا، این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا، این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا، این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا، سیل عرق زیر این رو سری، چشمان هیز دوتا مشتری، تشویشم از خشم تند پدر، عاشق شدن زیر خط خطر، آتش شدن زیر حجم تنت، با بوی تند پس گردنت، سنگین چشم تو روی من، آزار چنگ تو روی بدن، در جنگ مغموم دیوانه ها، حوار معصوم این خانه ها، در پشت لرز لب سرخ من، ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا، این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا، این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا، این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا. در طول تاریخ نقش و واکنش هنرمندان نسبت به وقایعی که در جامعه اتفاق میفته پررنگ بوده و واقعیت اینه که هنر موسیقی و ترانه به مسائل اجتماعی پرداخته و جایگاه خودش رو با تمام محدودیت‌ها حفظ کرده.
آقا مستقیم داری میری بیا بالا بریم، چی میگی خورد نداری بیا حالا بریم، یه کاریش میکنیم خدا بزرگ را دراز، بشین و گوش بده اول ماجرا. اوف در آروم ببن فدای دست و پنجت، هزینه تعمیرش نمیخونه با دخل و خرج، منو اینطوری نبین خنده رو بودم پولامو گره نمیزدم به بند تومونم، ولی امروز زیر مشکلات کمر خم کردم، شبا خواب ندارم از درد کمر هم گردم، روزو سر و کله میزنم با همه جور آدم، شبم تو خونه اگه بو بده یه نمه جورابم، وای خدا میدونه که چه قشقرقی به پاس، با زن و شبی که قرار عشق بمیره، بازاره زنم من با من یه مدت غریبه، دست رو هرچی میذاره نداره قدرت خریده، ای بسوزه پدر نداری بدبختی، سر تو درد نیارم کم نداری بدبختی، بذار ببینم این بند خدا کجا میره، وسیله داره ببخش اگه واسه تو جا گیره، بیا بالا دیگه چی رو ورانداز میکنی، با ناز و استخاره داری درم باز میکنی، خب ماشینم داغونه جاگ زیاد غر زدن، بگو بینم را بلدی واسه میام بر زدن، من که اعصابم خرابه با این مسافر کشی، ازت خواهش میکنم که دیگه تو ساکت بشین، الان که ماشینا از آدم ها ماشالله بیشتره، تا دهن به دهن نشی با چار تا بیش شرف، روز شب نمیشه اینا حقیقت میگم، گاهی دو تا دونه مسافرم غنیمت، بیره ماخه منو ببین واسه اون سلیقت میرم، ترافیک جدید آشم از این سری در نمیرم، خب چی کار کنم من با این پیکان پیزوری، این نباشه با چی برم به پیکار بی پولی، با خودت میگی ببرم اسخاتش کنم، دو ماه معطلی رو به چی اثباتش کنم، الان که دونه نوشو میگیرم با حس ناامیدی، ولی به هم بگو ببینم قسطشو تو میدی، فکر کردی زن و بچه ما علف میخورن، واسه چی دارم وقتمو با تو تلف میکنم، تویی که میبینم کلی سر و وضعت میارزه، ولی میخوای کراگه بدی دستت میلرزه، با این 50 تومن 100 تومن خونه میخ یا آدمسم نمیشه چرا چونه میزنی، من خودمو بکشم روزی 20 تومن کار کنم، با اونم هزینه های تو لیستو پرداخت کنم، من بیره نبودم بیره شدم، جوونی نکردم هیچ تازه پیرم شدم، من فراموشم شده دیگه رسم کار و وجدان، تا روز بدتری بشین و لحظه ها رو بشمار، تو کشوری که پر شد از تعصبات و اجبار، نباید که حرف زد نه بحث و با تو کشدار، تو همش داری بحثو به سیاست میکشی، فکر کردی فقط تو داری ریاضت میکشی، نه زندگی واسه ما هم عذاب برادر، ولی ظرفیتی داره خوب اصاب هر آدم، من هیچی نمیگم میذاری هی سر به سرم، فکر کردی منم مثل تو پیک درد سرم، تو این شرایط که داره میره کشور به درک، هزینه هایی که میذاره هی سر به فلک، منم که داره کم میشه عشقم بزنم، انتظار داری واسه تو بشکم بزنم، همینه که هست ندارم اعصاب بدرم، ولم کنی میخوام چند تا خشتک بدرم، تو فکر نکن که مشکلات مال توه، فقط واسه دخترم پول ندارم یه مانتو بخرم، تو مره تو نیدینی تبار غصه دارم، من بیده دارم حتی از تو تره. یارو داره جنسو میفروش دلا پهنا، ما بقیه پول تو ندیم میشیم کلا بردا، یعنی درسته اینطوری با ما تا کنید، یکم این چشماتونو آخه بابا وا کنید، من راننده بودم حالا خواننده شدم، تو این شهر زیاد دیدم به مانند خودم، آره خودم این خودم که من از خودم بی خودم، من عقده هامو میریزم تو خودم میخورم، کدوم شما یه شهر به جای ماها بود، تو صف گاز و منتظر با چشای خوابالو، شبی که زورت میاد بری تا دست به آبه، من تو راه بمب گاز هنوزم مست خوابه، اون وقت شب تو خیابونا حتی سگم نمیپره، این بیخوابی آخرش به ما صدمه میزنه، آخر خوابم میگیره میرم تو چراغ تیره برق، ده نفوس بد میزنی چراغ تیره برق، تو نباشی خرج زن و بچه چی میشه، هیچی صدای گریشون تو خلوت میپیچه، تو یه کفتری که زمونه برید بالهاش، ولی بمون به آینده ها امیدوار باش، تو زندگیمون قدر دست انداز هست که نشد از چاله های خیابونا هم بگم. رسانه افق ایران از همه جوانها دعوت میکنه که ترانه ها و ویدیو کلیپ هاشون رو برای ما بفرستند و داوری و انتخاب برنده به عهده شما بینندگان گرامی است. و اما در برنامه های آینده درباره چگونگی فرستادن ویدیوها و همچنین جایزه این برنامه بیشتر توضیح میدیم. ما فریاد جوانان رو در برنامه فریادهای زیرزمینی به گوش جهانیان میرسونیم. خوشبختی آرزوی همه ماست. به درود.
خوشبختی تا رزومه، حتی با من نباشی، حتی از خاطره همون جداشی. خوشبختی تا رزومه، حتی با من نباشی، حتی از خاطره همون جداشی. از همون روزای اول میدونستم نمیمونی، میدونستم نمیتونی عشق تو چشام بخونی. از همون روزای اول دل تو با دیگری بود، کاش همیشه پات بمونه، اون که عشق بهتری بود. خوشبختی تا رزومه، حتی با من نباشی، حتی از خاطره همون جداشی. خوشبختی تا رزومه، حتی با من نباشی، حتی از خاطره هم جداشی.